چرا چهرهت اینطور در هم است؟ صاحب اتاق زیبایی شده ای. از زیباترین پارچه ها برایت لباس خواهند دوخت. سپس هدایا و جواهرات بسیار گرانبها و زیبا. نمیخواهم تمامش برای تو باشد. من تنها یک تکه کاغذ میخواهم. برای چه کاری؟ برای خانواده هم نامه بنویسم. حداقل بدانن که من زندم. اگر بنویسی چه میشود خاتون؟ چه کسی برایشان ببرد؟ آیا تو خانواده ای نداری؟ همسر پاشا زبیده است. او را بسیار دوست دارم. سلامت باشد. مرا نگه داشت و به قصر هدیه هم کرد. من خانواده خودت را میگویم. مادر، پدر، خواهر و برادر نداری؟ کجایند؟ نمیدانم. خب من خیلی کوچک بودم. چهرهشان در خاطرم نیست. فراموش کردم. دیگر خانه من حرم است. هر شب دعا می کنم. می گویم خدایا کمک کن تا سرورم مرا در آغوش بگیرد و من بتوانم برایش یک فرزند پسر بیاورم. برای با او بودن دعا می کنی؟ کسی که ظالم است؟ مگر تو دیشب این کارو نکردی؟ یعنی در آغوشش نرفتی؟ شاید هم آبستن باشی. خدا نکند. این ممکن نیست. چون که آنکه میگویی خلوت کردن اتفاق نیفتاد. با ناراحتی و عصبانیت رفتی و خیلی خوشحال برگشتی. شاید تو را کنیز مخصوصان دخترک کردند. راه بیا دیگر. خوشی دیگر تمام شد. آآ چه شده از جنت کالفا؟ دختر بیادب خودش حرفی نمیزند که. رفته به خلوت سلطان کاری نکرده. حالا این دختر نشد یک دختر دیگر. خدا خواست که ماه فیروز به من گفت این کاری نکرده. تعظیم. بلبل آقا، هر کسی که در حرم هست باید برای پاسخگویی بیاید، مخصوصاً آنهایی که در خدمت حلیمه سلطان بودند. مسئله چیست آقا؟ حلیمه سلطان گم شده است. پیداست که شب پیش با دلربا سلطان و شاهزاده مصطفی گریختند. خاتون‌ها، اکنون هر کسی که درباره این اتفاق شوم اطلاعاتی دارد یک قدم جلوتر بیاید و همه چیز را بگوید. حالا که اینطور است کار به عهده ماست. بلبل آقا، گلگ خاتون، اینها را ببرید خوب ادب کنید. شاید سر عقل بیاین و زبانشان باز شود.